یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ به قلب مخاطب و به حافظه مخاطب همین طنز که تو تمام کارام هم داشتم. یعنی میتونم الان حالا به جز ایستاده در غبار که اونم لحظاتی وجود داره، به نظرم توی ماجرای نیمروز تو خیلی وجود داره. این یادم تو برج میلاد فیلمو میدیدیم با حسین نشسته بودیم، ملت میخندیدن، گفت فیلم همو کمدی کردی، منم گفتم همین خوبه، بابا خفه میشم ملت اگه نخندن. این شوخیایی بود که با هم دیگه میکردیم، چون به نظرم باعث میشه که کاراکتر فامیل به نظر برسه، آشنا به نظر برسه برای مخاطب و گاردش سریعا شکسته بشه. توی اون کارم مثلا احساس میکردم که خب کاراکتر عملیاتی خشنه، باید یک چیز افزودنی های مجازی وجود داشته باشه این وسط که یه بُعد دیگه به شخصیت بده. چیزی هم بهت بگم، حالا تو رد خون یه صحنه ای هست که ما اومدیم کرمانشاه، بعد درگیری شده، زن و بچه رو با دو نفر یه زن و شوهر میخوایم راهی کنیم بره تهران. بعد به بچه های صحنه گفتم یه کیف پول به این بدید، به پسرم هنرور بود، گفتم کیف پول تو بده به من. بعد دیالوگ وجود داشت که مثلا کیایی میگفت چجوری ما آخه اعتماد کردیم به این، و مثلا من میگفتم خدا بزرگه. بعد آوردم یه گفتم کیفت پول تو بده، بعد باز کردم و دادم بهش، رفت گفت چجوری اعتماد، گفتم من کیف پولش رو دیدم، عکس امام بود توش. حسین یه جوری خندید پشت دوربین که کات دادم، یعنی ما دوباره گرفتیم اون صحنه رو. خیلی لذت بخش با حسین کار کردن، چون میگم انگار تو خونه موندنه و اینا به نظر من زنده میکنه نقش و روح میده بهش، و هر جا که بتونم ازش استفاده کنم، یعنی تو جدی ترین موقعیت ها هم استفاده میکنم ازش.